السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محسلین عزیز پانزه های طبی و بینده های محترم تلویزیون چراغ ما اکثرا بیننده را به خاطر نامش میگیریم در شفاخانه اکثرا مریض های مکمل باز میاد دکتر سیب ما تو را در تلویزیون میبینیم من که درس خوششان میاد یا یک کم مکای را که ما میکشیم زیادتر برشان جلب توجه میکنه در حالتش خیر ببینین که ما را تماشا میکنین و تعقیب ما میکنیم. آرزوی صحت و سلامت برای همهی تان داریم دکتر عبدالستار زرداد باز هم در خدمت تان قرار دارم با تدریس فیزیولوژی روز گذشته ما و شما روی چی صحبت کرده بودیم؟ روی اکتیف ترانسپورت در قسمت اگر یادتان باشه گفته بودیم که اکتیف ترانسپورت ما و شما که هست کدام پروزه را گفته بودیم که مولیکول از غلظت زیاد انتقال میکنه به غلظت کم مشابه به توجه بکنین به این شکل اگر فکر کنین گفتیم که مثال دینی قسمت غلظت سودیم زیاد است دینی قسمت غلظت سودیم چی است کم یا تنها غلظت هم نمیگیم ما از گپ نمیزنیم از پرشر هم گپ میزنیم از الکتریکال چارج گپ میزنیم چارچای برقی تفاوت چارت، تفاوت فشار یا تفاوت چی؟ غلزت در حالی که از فشار کم به فشار زیاد از غلزت کم و غلزت زیاد از, از تفاوت برقی در نتیجه مولکول که از یک طرف به طرف دیگر انتقال کنه مثلا کنه این سیل کنین این غلظت سودیم چی است کم در حالی که اینجا غلظت سودیم چی است زیاد اما با وجود از ما ما می‌خوایم که سودیم از کم به زیاد بره این می پروسه میکانیزمی که ما را کمک میکنه اکتیو ترانسپورت است که در اینجا ما شما چی مصرف میکنیم انرژی مصرف میکنیم اکتیو ترانسپورت هم ما به دو شکل تقسیم کرده بودیم یکی پرایمری اکتیو ترانسپورت داشتیم یکی هم سکندری اکتیو چی داشتیم ترانسپورت داشتیم ما فکر کنم بحث ما در پرایمری اکتیو ترانسپورت بوده و اک اندازه یک درس معظمی بخش مانده بود که ما را تکرار خاطر کردم طوری که پرایمری اکتیو ترانسپورت و موشن ما های مختلف ها با واسطه ازی چی میکنه انتقال میکنه فرق پرایمری و سکندری چی بوده ما گفتیم در پرایمری اکتیو ترانسپورت ما انرژی را به شکل دایرکت مستقیم مصرف میکنیم دایرکت در حالی که در اینجا باز ما و شما در سکندری به شکل این که با کدام میکانیزم در 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 درس انشالا مکمل بیان خواد کده و فیلن همه قبل این که اینجا دایرکت مصرف میشه اینجا این و اینجا ما مثال شما آورده یکی از مثال مثال های پرایمری اکتیو ترانسپورت ها. ما سودیم پتاسیم پرایمری اکتیو ترانسپورت بیان کردیم که در سودیم پتاسیم پرایمری اکتیو ترانسپورت اول آمدیم سر کریرش صحبت کردیم گفتیم حتما که در این قسمت ما یک پروتین داریم که پروتئین نامش هم میمونیم سودیم پتاسیم پمپ یا سودیم پتاسیم ای تی پی از پمپ از دو سب یونیت لارج اسمال ساخته شده لارج ازی وظیفه اصلی پمپ انجام میده اسمال ازی از که است از اینمی لارج در خود غشا چی میکنه قائم نگاه میکنه این بحث بوده که ما تو اینجا بیان کردیم و آمدیم در مورد ازی که این پامپ به کدام میکانیزم فعالیت میکنه گفتیم این قواره اصلی پمپ از حالت دوم نشان میده قواره اصلی پمپ به این شکل است که دو دومین یا ناحیه بر پوتاسیم در بیرون حجره داره و سه ناحیه برای سودیم در دا داخل حجره داره و یک ناحیه که دیگه به نام ATPS داره وقتی که اینجا دو دانه پوتاسیم نصب میشه اینجا سه دانه سودیم نصب میشه این ATPS ای سایت ما و شما فعال میشه که فعال شد ATP را تجزیه میکنه به ADP جمع فسفید انرژی که وجود داره آزاد میشه این انرژی را خود پمپ استفاده میکنه کانفورمیشنال چینج یا تغییر تطابقی ده ای ای ایجاد میشه طور تغییر تطابقی ای ای ایجاد میشه کونمو دو دومین پوتاسیم میاد داخل و سه دومین سودیم میره بیرون متوجه هستین پتاسیم آمده داخل و ها رفته کجا؟ به طرف بیرون حتی شکل یا فیگور خودت چی رو طور رسم کردم که سرچپه شده بس نی چشم آمده در جای دان دان آمده در جای چی؟ چشم و در نتیجه فعالیت از این سه سودیام از حجره خارج شده و دو پتاسیم به حجره چی شده؟ داخل شده اینجا ما بیان کردیم که ای پمپ ما و شما دو وظیفه بسیار داره در حجره انجام میده وظیفه اولی که ولیم کنترل میکنه ای بحث بوده که تو روز ما گفته بودیم ولیم کنترل تاوری انجام میده گفتیم در داخل حجره اکتداد مواد کافی وجود داره که جاذب آب هستن از او جمله اکتداد آین های منفی هستن که آین منفی آین های مثبت مثل سدیم و پتاسیم و به خود جذب میکنن اگر اینی پمپ موجود نمی بود یعنی کریر پروتئین ما و شما موجود نمی بود اینا لی ای سودیم و پتاسیم که در دا داخل حجره با مولکولای پروتئین آمین اسید و, و فسفت و دیگر ترکیبات جذب می شدن مقدار کافی چم جذب می شد آب این سبب می شد که حجره حجمش کلان شود و بالاخره بکفه در حالی که پم نمی مانه. حجم حجره رو چی نگاه می ثابت با کدام شکل ثابت نگاه می ایسه این سه دانه با خودش می یک شوخی هم کردیم گفتیم سودیم و آب لیلی و مجنون یکی دیگه شان هستن هر وقتی که سودیم خارج شد به امرایش چی خارج میشه آب سودی هم داخل شد به همراهش آب هم داخل میشه این حال وقتی کسی سودی ما اینی پم خارج میکنه به همراه سودی یک مقدار کافی چی خارج میشه آب و کوشش میکنه که حجم حجره رو در محد نارمل شفت کنه حتی تو را مثال دادم گفتیم بعضی اوقات میشه که حجم داخل حجره نسبت به نارمل چی شده باشه اضافه شده باشه این پم زیادتر فعالیت میکنه زیادتر سودی ما میکشه به مقدار کافی آب که از موس میشه و کوشش میکنه که حجم حجره در حد نرمال. این کنترل وظیفه اولش وظیفه دومی از ایره که امروز نسبتا سرش واسه صحبت میکنم او در واقع یک یک الکتریکل گریدینت یا تفاوت چارت در دو طرف غشا ایجاد میکنه خب تا توجه بکنین به این جمله در دو طرف غشا یک تفاوت چی ایجاد میکنه یک 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 تفاوت چارج تفاوت چارج با از میکانیزم ایجاد میکنه ما ساده بیان میکنم ای تو فکر کنین مازلین عزیز که اینی چی باشه یک دانه حجره باشه و در این حجره ما و شما اینجا یک دانه پم داریم. نی؟ ای ای پمپ داریم نه یعنی پمپ است و یک جمله بسیار جالب که باز پسان یادم نره برتان خود گفتم چی هست؟ غشا هست در قسمت ما و شما پمپ داریم یک چیز که یک دانه پم نداریم دیگه دایوش میلیون پم داره کی دیگه دا کلی دون پارت این یک تو سودیم پتاسیم پم نیست میلیون ها دونه در وجود داره ما یک داریم اینا پمپ ما و شما فعالیت میکنه در نتیجه فعالیت ازی این پمپ سه سودیم از حجره خارج میشه و دو پتاسیم به حجره ما شما چی میشه داخل میشه این سبب عمده در یک حجره هست که داخل حجره را منفی می سازه و بیرون حجره را چی می سازه؟ مثبت. یک تفاوت پوتنشل الکتریکال پوتنشل در دو طرف غشا ایجاد کنه. در دو طرف غشا خود گفتین چطور؟ چه جالبه؟ سودی هم چارچه چی داره؟ مثبت پوتاسی هم چارچه چی داره؟ مثبت خب مثبت کشید مثبت داخل شد دیگه این تفاوت چارچه تو ایجاد میشه؟ بسیار ساده بیان کرده میتونم بخی قبول که یا مثبت است یا مثبت اما پیشتر یک جمله گفتیم چی گفتیم؟ در داخل خود حجره یک مقدار مولیکولای چی داریم؟ امینواسید اسید داریم؟ فاسفید داریم؟ دیگه ترکیبات که شاید اکثریت از اینا چارچه های چی میداشته باشن منفی. و اگر ما و شما از گوشه های از اینا چارچه مثبت او کده بریم داخل حجره نسبت به بیرون حجره منفی تر میشه جمله ما میگیره اگر ما چرچای مثبت داخل حجره را بکشم داخل حجره نسبت به بیرون حجره منفی تر میشه چرا؟ به خاطر که ما مثبت ها را که آف کده میرم و کده میرم اینی چرچای منفی تبارز کده یک کتاب که, که داخل منفی میشه بیرون مثبت و یک تفاوت پتانسیل در دو طرف قشای ایجاد میشه این حال چطوری ای نمی ایجاد میشه قسم میکنه بسیار ساده منطقی بسیار بالا دیگه چطور این تو فکر کنین چند تا سدیم خارج شده سه سدیم در, در, در حالی که چند تا پتاسیم داخل شدن دو پتاسیم فهمیدی در واقع حجره سه دانه سدیم کشیده سه مثبت از دست در حالی که چند مثبت در مقابل به دست آورده دو مثبت همونطور هیتور فکر کنین که اینمی حجره ما امی پمپ ما ده بار عمل کنه خیلی وقتی که ده بار عمل میکنه در ده بار چند دانه سودی هم از دست میده سی دانه سودی هم. در ده بار چند تا به دست میاره بیس پوتاسیم توجه کردی که چی خواستم بگویم میخوایم بگویم که در نتیجه عمل ازی وقتی که ده بار پمپ ما عمل کرده ما سی دانه مثبت چارچ از دست دادیم در حالی که چند دانه چارچ مثبت به دست آوردیم 20 دانه چارچ مثبت خیلی خود ازی سبب شده که حجره یک مقدار چارچ های مثبت اضافه تر از دست بده یکی از دست میته داخل حجره چارچ های منفی تبارز میکنه که منفی تبارز کرد ساده تر بگویم داخل حجره منفی میشه و بیرون حجره چی میشه مثبت میشه و این با واسطه چی صورت میگیره یعنی می پم ای پمپ چی است؟ ای پمپ دیگه چیز نیست یکی از پمپ های است که در تمام حجرات بدن وجود دارد هر کس پرسان می میکنه که ما سودیم پوتاسیم پمپا در کجا داریم میگیم در تمام حجرات بدن داریم تمام حجرات که زنده هستن فعال هستن سودیم پوتاسیم پمپا دارن و جالبی که در اکثریت حجرات مقدار زیادی انرژی را مصرف میکنه در یک تعداد حجرات بسیار زیاد مثلا اگر شما در نظر بگیرین یک نرف یک نرو سل یا یک حجره عصبی را در نظر بگیرین تقریبا 60 الا 70 فیصد انرژی حجره را تنها نمی پمپ مصرف میکنن و هر وقتی که در یک حجره شما این نمی پمپ شا بلاک کردین یه فکر کنین که حجره را میبرین به طرف نکروز و حجره دایمش میشه میماره ای کدام شکل هست؟ این پرایمری اکتیف ترانسپورت سودیم و پوتاسیم حالا میریم ما و شما بحث میکنیم روی یک انوان دیگه پرایمری اکتیف ترانسپورت یک آیون دیگر از صحبت میکنیم که به کدام شکل هست؟ ای خواهد سودیم و, خواه و پوتاسیم بود؟ رو در ذهنتان پرتین بسیار جالب هست خانم ما و شما انوان اومدی ما و شما میگه نه پرایمری اکتیو ترانسپورت اول ما و شما پرایمری اکتیو ترانسپورت چی صحبت کردیم سودیم پتاسیم اکتیو ترانسپورت بود نه حالا میرم پرایمری اکتیو ترانسپورت کلسیم مطالعه میکنم کلسیم پرایمری اکتیو ترانسپورت ای اکتیو ترانسپورت چندومی ما دومی ما ای بوز به با کدام شکل است توجه کنید ای تو فکر کنید محترم این که اینی یک دانه چی باشه حجره به با شکل نارمل با شکل نارمل غلظت کلسیم در دا داخل حجره فوق العاده چی است کم در حالی که غلظت کلسیم در بیرون حجره فوق قلاده چی است زیاد دو دلیل یا دو میکانیزم عمده در اینجا وجود داره که سبب شده که غلظت کلسم داخل حجره بسیار کم شود و غلظت کلسم بیرون حجره نسبت به داخل چه شوه زیاد این دو میکانیزم ما به بسیار سادگی برتان چی میکنم بیان میکنم چطور توجه بکنید اول محترمین این اردوش دینم یک حجره انشالله که بیان خواد شد این فکر کنین که یک دونه چی داریم؟ هجره داریم در غشای حجره ما و شما یک دونه چی داریم؟ در غشای حجره ما و شما یک دونه کریر پروتین داریم و این کریر پروتین ما و شما به این شکل است چه جالب؟ ای یک کریر پروتین است اینا محترمین این کریر پروتین است و این کریر پروتین فقط در دا قسمت داخل حجره یک دومین داره و خلاص در بیرون نداره خب فقط یک ناحیه یک داره که حیثت چیره برای خودش داره امی خود پمپ حیثت ای تی داره ان شاء الله یک مره میفهمین حیثیت ای تی داره و ای تی پی ایز وظیفش تجزیه یا یک کریر پروتین است مشابه به سودیم پتاسیم پم یا یک کریر پروتین است اما این زمان فعال میشه که در اینجا یک دانگک آیون چی وصل شده باشه آیون کلسیم با مجردی که آیون کلسیم فعال میشه بسیار بخشین دی وصل میشه اینی ای تی سایت ما فعال میشه ای تی سایت ما که فعال شد ای بازم عین مشابه با پیشتر ای تی پی را میگیره تجزیه میکنه با ای دی پی جمع چی فسفت جمع انرژی انرژیش رو استفاده میکنه تغییر شکل میکنه اینرژیش رو که استفاده کرد تغییر شکل کرد سرچپا میشه گپ دیگه اما دومینی که داخل بود ای دومین میبره بیرون بی 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 و که خودش چی را کش میکنه کلسیم هم مشابه به گپ من رسیدیم در حقیقت این پرایمری اکتیو ترانسپورت چیره رو ما نشون میده پرایمری اکتیو ترانسپورت کلسیم نشون میده پرایمری چرا میگم به خاطر میگم که ای تی را مصرف کرد ATP ای اینا با خود کریر پروتین آمد تجه شد با کدام مولکول با با, با مولکول ADP جمع فسفت جمع چی انرژی انرژیش استفاده کرد یک تغییر شکل ده ایجاد شد و این تغییر شکل سبب شد که کلسیم از حجره به بیرون چی شوا خارج شوا با این شکل این رو فکر کنین کمی حجری ما و شما یک حجری ازلی باشه و شما خیلی یک گپ میفهمین که این عذلی ازلی شما مقدار کافی چی را خواد داشت اندوپلازمیک رتیکولوم یاد داری نگه پا ما خوانده بودیم و این اندوپلازمیک رتیکولوم ما و شما نامش هم میمونیم سرکوپلازمیک رتیکولوم سرکوپلازمیک رتیکولوم یک چیز دو نه, نه که ما در غشای سرکوپلازمیک رتیکولوم یک پمپ داریم در غشای سرکوپلازمیک کریتیکولوم یک پمپ داریم اینه می پمپ را که اینجا قصه کدم این ای پمپ ما و شما فعال میشه ای تی پی را میگیره تجزیه میکنه با مولکول ای دی پی جمع فاسفید جمع چی؟ انرژی و در نتیجه کلسیم از سایتوسول از از فضای داخل سایتوپلازم انتقال میتوه به فضای داخل سرکوپلازمیک رتیکولوم اینی کلسیم وقتی که در اینی قسمت داخل شد. در نتیجه بازم غلظت کلسیم داخل حجره چی خواد شد کم میشه چون این تپیر بازم راستن در قسمت مصرف میشه در اینی قسمت یوتلایزیشن مستقیم صورت گرفته همیشه پرایمری اکتیف ترانسپورت یا مثلا اینطور فکر کنین یه خود در اکثریت حجرات نیست دیگه مثلا سرکوپلازمیکریتیکولوم میکریتی کولوم ما تنها در از صحبت داریم در حالی که وقتی ما صحبت میکنیم از یک ترکیب دیگه به نام چی مایتوکندریا خواندیمش ان در حجره مایتوکندریا کلانتر مش میکنم این هم مشابه به ای. اینی میتوکندریا غشای داخل و بیرونش هست این در تمام حجرات وجود داره بین شکل ما در قسمت یک دانه پمپ داریم این پمپ ما فعالیت میکنه کلسیم داخل میکنه و در نتیجه چی مصرف میکنه ای تی پی را مصرف میکنه این که نتیجه از این بحث چی هست یک فقط میگیریم و دوباره برمی خوش آمدید عزیز ما روی اکتیف ترانسپورت صحبت کردیم در برنامه پیش و در او مورد سودیم پوتاسیم پرایمری اکتیف ترانسپورت گم زده آمدیم در وقفه گذشته ما روی کلسیم پرایمری اکتیو ترانسپورت یا اکتیو ترانسپورت ابتدایی چی صحبت کردیم کلسیم که راستن انرژی مصرف میکرد یک جمله گفته بودیم چی گفتیم گفتیم در داخل حجره غلظت کلسیم به شکل نارمل بسیار کم است در بیرون حجره غلظت کلسیم چی است زیاد است ما برای دلیل داریم حالا دلیل بیان میکنم توجه کنید ما در غشای حجرات در غشای حجرات یک کریر پروتئین یا یک پمپ داریم به نام کلسیم پمپ یعنی <applause> پمپ به نام چی یاد میکنیم ما و شما این کلسیا ایره به نام کلسیم ای پی ایز میگن اه؟ یا میتونم اینطور بگویم میره نامش هم میمونم کلسیم پمپ یا اگر بیخی هم جمله بسیار جالب گفته باشم کلسیم ای تی پی ایز پمپ یعنی پمپی که کلسیم انتقال میده با با وظیفه چی را دارد تجزیه ای تی پی را داره هر سه نام بگیری انشالله کسی غلط نمیگیرید این پمپ ما و شما توری است که یک دومین برای کلسیم در دا داخل حجره داره و یک سایت داره به نام ETP است با مجرد که اینجا کلسیم وصل میشه این سایت فعال میشه ATP را تجزیه میکنه به ADP جمع فسفید انرژی میشه آزاد میشه انرژی که آزاد شد تغییر شکل ایجاد میشه کلسیم از حجره چی میشه خارج یک تعداد حجرات ازلی که وجود داره مقدار کافی سرکوپلازمیک رتیکولوم دارن، ای حجرات سرکوپلازمیک ریتیکولوم در غشای خودشان عین شکل یک کلسیم پمپ دارند و این کلسیم پمپ ای پی را مصرف میکنند کلسیم از سایتوسول فضای سایتوپلازم انتقال میتن به شکل فعال داخل چی سرکوپلازمیک ریتیکولوم این مرد مرا از ذهنتون داشته باشین که وقتی باز ما کنتراکشن کمپلینگ چی رگاب میزدم کنتراکشن خود عضلات اسموت یا مثلا اسکلتال بوزوجه دیگه بوزیت واسه نمیرم سرش میگم که ویدیوهای قبلی را باز گوش کنین این ویدو هست که در غشا ما کلسیم پام داریم به شکل اکتیو فعال خصوصا کدام شکل پرایمری ای تی پی را مصرف میکنن کلسیم به سرکوپلازمیک داخل میکنن یا مثلا در تمام حجرات ما مایتوکندریا داریم غشای مایتوکندریا کلسیم پام داره ای تی پی را مصرف میکنه، نه تو فکر نکنین که ای تی پی را غرض نمیگیره ها ای تی پی را مصرف میکنه با ای دی پی جمع فسفید چکنین چند بار نوشته کردیم جمع انرژی به خاطر که خوب در کلید بشینه انرژیش استفاده میکنه کلسیم چی میکنه به حجره انفلوکس میکنه یا داخلش میکنه و در نتیجه اینجا کلسیم به میتوکندریا داخل شد اینجا کلسیم به سرکوپلازم داخل سرکوپلازم داخل شد اینجا کلسیم ها از حجره خارج شد در نتیجه غلظت کلسیم در داخل حجره چی میشه با این می نتیجه را بر ما و شما چی می کنه می کدام شکل است ای پرایمری اکتیو ترانسپورت کلسیم است یک شکل دیگی هست. از 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 پرایمری اکتیو ترانسپورت ها داریم کورا ما و شما نامش هم می مانیم هیدروژن پرایمری اکتیو ترانسپورت یا ترانسپورت ابتدایی کدام ایون؟ آیون هیدروژن باز یک چیز یاد تا نره وقتی که ما از هیدروژن پرایمری اکتیو ترانسپورت گپ میزنیم ده اونجا عمدتا در دو ناحیه بسیار مرا کمک میکنه یکی در در استومک یکی در استومک یا میده یکی دیگه هم در تیوبول ها در تیوبول های گرده که انشالا باز خود خانده میش که با کدام شکل است هرچند هر کدام شکل بحث کاملا جداگانه هست فعلا نمی قدر بر بیان میکنم دوره که اگر در نظر بگیرین این میلی تان باشه من میدی کدام آدم گشنا بوده که من خراب آمد اینه سیر شر رسم مشابه به این یا ای اگر یک چی باشم میده باشم در قسمت ما غدوات داریم ایرا باز بنام گاستریک گلاند یاد میکنیم و دای دا غدوات یک تعداد حجرات به نام پریتال سل داریم و در پریتال سل به شکل اکتیو ترانسپورت اینمی هیدروژن به داخل حجره چی میشه داخل میشه به داخل لومین میده و به همراه از این همزمان چی داخل میشه به میده کلور که با زردوی از یک جای میشه ای سیل میسازن نی تیزاب چیره میسازن تیزاب میده این نمی که هیدروژن چون زمان ما کوتاه هست بسیار نمیتونم واسه صحبت کنم باز ان در فیزیولوژی میده بیان خواد کردم این نمی وقتی که حجره خارج میشه چی هیدروژن از حجرات پریتل وارد لومین میده میشه با واسطه کدام میکانیزم است پرایمری اکتیو ترانسپورت یعنی همچنان حیثیت چی را داره ای تی پی یا مثلا ما شما خوانده بودیم یا بسیار بخشین خنوز بحث خواندن نیست دیگه چرا او سرحد نرسیدیم ای به این شکل به طور مثال شما در نظر این ای چی باشم یک دانه نفرون هست نیم این نفرون است این کپسول باومن است این پروکسیمال کنولیت تیوبول است لوپ آف هنلی اس دیستل است این خود دیستل کنولیت تیوبول خوصا این قسمت های آخر از و این کلکتینگ دکت ما و شما هست. نی خوصا ما و در نظر بگیریم به این شکل این تو جدایش میکنم این ناحیه قسمت کورتکس است در گرده این کورتکس فکر کنین اینی قسمت چی است میدولا است ما اینی کورتیکال کلکتینگ داکت در نظر میگیریم یا کلکتینگ تیوبولا در نظر میگیریم و لیت دیستال تیوبولا در نظر میگیریم اینی قسمت پروگزیمالش است اینی قسمت لیت دیستال تیوبول ما شماست ده اینی قسمت اگر شما در نظر بگیرین اینه می... کدام شکل اه... چی صورت میگیره؟ هایدروژن پرایمری اکتیف ترانسپورت در اینجا چی میشه صورت میگیره؟ با کدام شکل؟ طوری که من اینمی قسمت یک کمک وارد تیوبول و رسم میکنم یه طور فکر کنین که اینی تیوبول باشه اینم مشابه به ای؟, ای خود تیوبول هست حجرات از اینا طور ساخته شدن که یک مقدار کافی هیدروژن ها به شکل اکتیو به بلومین چی میندازن بلومین خود تیوبول خود گفتین عجب شما چیزی بسیار جالب میفهمین غلظت هیدروژن در این قسمت کم است در حالی که غلظت هیدروژن در این قسمت چی از زیاد است از کجا میشه با زیر ما و شما میخوانیم که در این قسمت در پروکسیمال تیوبول سکندری اکتیو ترانسپورت هیدروژن صورت میگیره و در داخل هیدروژن مقدار کافی اینجا وجود داره اینی مایه وقتی که در اینجا میرسه غلظت کافی هیدروژن با خود داره اما با وجود از اون ما مقدار هیدروژن از غلظت کم انتقال میتیم به غلظت چی زیاد خیلی اینجا ما شما بازم چی مصرف میکنه می و چون دایرکت مصرف میشه یه کدام شکل برای ما نشان میده پرایمری اکتیو چی را با معذرت دیگه ما اون رو واسه تشریح نکردم ان شاء باز زمانش که رسید هر وقت که باز ما شما این ترکلیت چی را خواندیم سلا خواندیم خود تیوبولا را شناختیم باز بخیر یا مثلا خود میده گسش گلنده را شناختیم چیف سل اپری تل سل باز واسه براتان بیان میگونم و اداد طلاب میتونم که بله ما یک زمان خانده بودیم خیلی بالاخره ما در اکتیف ترانسپورت چند مثال خواندیم یکی سودیم پوتاسیم اکتیف ترانسپورت را خاندیم یکی اکتیف ترانسپورت چی را خاندیم کلسیم را خاندیم و یک معلومات بسیار شارت در مورد اکتیف ترانسپورت کدام آیون صحبت کدام براتان در مورد هیدروژن هم بیان کردیم ای بود در کل اکتیف ترانسپورت که پرایمری هست و بازم در ذهنتان پرتن پرایمری 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 بخاطر میگیمش که ای تی پی به شکل مستقیم دی پروسه چی شده؟ مصرف شده ای بود برنامه امروز وقت برنامه تمام است انشالله تا برنامه بعدی تمام شما بیننده ها را به علای پاک و بینی از مسپاریم خداوند حافظ و ناصرتان